بتل رویال تک تیم برای اولین بار در تاریخ ورلد رسلینگ فدریشن برگزار میشه. 15 تیم در رینگ حاضر میشن و برندگان این مسابقه نمبر 1 کانتندر سر کمربندان تک تیم خواهند بود. تنها گروهی که ورودی خاص داشت گروه لیجن آف دوم به همراه سانی بود. زنگ مسابقه بتل رویال میخوره و همه میریزن تو رینگ و همون میزنن، اما همون ابتدا یکی اون پایین قبل اینکه پاش به رینگ برسه ناکاوت میشه و میبرنش، که یه دفعه بری ویندام که اصلا توی مسابقه نبود وارد میشه و یکی از اعضای AOP رو حذف میکنه و میره. در اون تایم رندوم بولشه توی بطه رویالا زیاد رخ میده. البته برای حذف کسی که در حال حاضر باش درگیره این کارو کرد، یعنی JBL. چیزی از زمان مسابقه نمیذاره که رینگ حسابی خلوت میشه و 4 تیم در رینگ باقی میمونن: لیژن آف دوم، کوی بکرز، AOP و میدنایت اکسپرس. کوی بکرز و AOP موفق میشن همدیگر رو از مسابقه حذف کنن، اما کوی بکرز بیخیال نمیشن و با سطل به رینگ برمیگردند و به لیژن آف دوم حمله میکنن، اما در آخر این انیمال و هاک هستن که میتونن میدنایت اکسپرس رو تقریبا همزمان از رینگ بندازن بیرون و نمبر 1 کانتندر سر کارمندان تک تیم معرفی میشن. قهرمانان کارمندان تک تیم نیو ایج اوتلاز در این پیپر ویو سر کارمندانشون مسابقه دارن که باید دید آیا نیو ایج اوتلاز میتونن از عناوین قهرمانیشون حفاظت کنن. اگه بتونن، همچنان فیود سنگین این دو تیم یعنی لیژن آف دوم و نیو ایج اوتلاز ادامه پیدا خواهد کرد. زمان این مسابقه بتل رویال تک تیم 8 دقیقه و 19 ثانیه بود. نشون داده میشه که توی شوی دی ایکس با آستین درگیر شدن که مایک تایسون و شان مایکلز کله براق آستین رو ماچ کردن. مسابقه دوم سر کارمند لایت هیوی ویت بین قهرمان این کارمند تاکا میچیناکو در مقابل آگولای 19 ساله شکل میگیره. این دو تیم با سبک لوچا لیبرو و اجرای پرش‌های زیبا روی هم یه مسابقه متوسط رو به نمایش گذاشتند و در آخر تاکا میچیناکو با اجرای میچیناکو درایور کار آگولا رو تمام کرد و همچنان به عنوان قهرمان لایت هیوی ویت WWF معرفی میشه. جنیفر فلاورز با قهرمان اینترکانتیننتال راک صحبت میکنه که راک حرفای جنیفر رو تصحیح میکنه و میگه قهرمان مردم راک. راک خودشو مردمی میدونه. جنیفر فلاورز که زنیه که گفته میشه با رئیس جمهور بیل کلینتون رابطه داشته، از راک میپرسه اگه لیدر کشور بودی اوضاع چجوری بود؟ راک میگه ترجیح میدم که من رو فرمان روا خطاب کنن. در مورد بدبخت ها و بی خانمان ها صحبت میشه که اونا وضعیتشون چی میشه. راک میگه تا تو میامه خونه دارم کون لق فقرا کی اهمیت میده. جنیفر میگه کاخ سفید رو چجوری اداره میکنی؟ که راک در جواب میگه شغل سنگین، سوالات سنگین، حالت بردهداری مدیریت میکنم. که کرکوبر جنیفر میریزه و ادامه شو جریان پیدا میکنه. قهرمان کارمند یوروپیان تریپل ایچ به همراه چاینا با موزیک ورود زنده وارد میشه. تریپل ایچ سر کارمند مسابقه داره با اوون هارت، اما قبلش اسلاتر به دست چاینا و خودش دستبند میزنه که چاینا تو روند مسابقه دخالتی نداشته باشه. داور این مسابقه تیم وایت هستش که همین یکی دو ماه پیش در سن 68 سالگی از دنیا رفت. در اصل در این مسابقه تنها افرادی که زنده موندن به غیر از گزارشگران تریپل ایچ و اسلاتر هستند و مابقی از جمله آنونسر همه از دنیا رفتن. اوون هارت سریع و خشن کارو شروع میکنه و تو روند مچ چاینا میخواد دخالت کنه، اما اسلاتر پروبالش رو بسته و تریپل ایچ روی پای راست اوون فشار میاره تا مصدومش کنه و موفق میشه دماغش رو زخم کنه. اوون هارت هم تقریبا تمام حرکات تکنیکی مخصوص استایل کشتی گرفتنش رو اجرا میکنه و باعث جذاب شدن مسابقه میشه. تریپل ایچ موقعیت پدگری زدن براش فراهم میشه، اما اوون اجازه نمیده و حرکت رو به شارپ شوتر بدل میکنه، اما تریپل ایچ هم اجازه اجرای ساب میشن رو نمیده و اوون رو با پا پرت میکنه گوشه رینگ، که اوون با کله شیرجه میزنه لاد و طفل مظلوم تریپل ایچ و شارپ شوتر اجرا میکنه که چاینا با دست بسته به داد تریپل ایچ میرسه و آن
هانتر با گرفتن تنها برینگ خودش رو از فشار سابمیشن خلاص میکنه. چاینا پودری رو میپاشه تو صورت اسلاتر رو میزنه زیر بالزای اوون هارت و بعد هم پدگیری تموم. قهرمان کارمند یورپین همچنان تریپل ایچ معرفی میشه. بعد مسابقه چاینا یه مش تو کله اسلاتر میزنه و پردش میکنه تو جایگاه تماشاچیان. مسابقه میکس تک تیم بین لونا و گلداست در مقابل مارک مرو و سیبل شروع میشه. توی این مسابقه که بیشتر جنبه فان و طنز داشت، لونا از اینکه روبروی سیبل قرار بگیره میترسه و قصر در میره که آخر افتاد تو چنگ سیبل و سیبل بهش رحم نمیکنه و وحشیطوری حمله میکنه. حتی سیبل به گلداست هم چند ضربه وارد کرد. توی این مسابقه تماشایی لونا با پا ضربه‌ای به مارک مرو میزنه. مارک اومد با مش بزنه دکوراسیون رو لونا رو عوض کنه که گلداست میاد مانع بشه، اما میزنه زیر کاسه گوزه لونا و لونا از رینگ شوت میشه بیرون. مارک رول ناموفق انجام میده و بعد تیکیو میزنه کاور، اما لونا کاور رو به هم میزنه. سیبل سر خود تگ میکنه و گلداست رو کاور، اما حواس داور به مارک و لونا پرت. لونا میره روی تاپ روپ میپره، اما این پرش روی گلداست اجرا میشه. سیبل سری به لونا پاور بامپ میزنه، اما لونا تسلیم نیست و لونا برای مدت کوتاهی مومنت ها رو در اختیار میگیره، اما سیبل موفق میشه به لونا تی کی او بزنه و با کاور کردن لونا برنده این مسابقه زیبا معرفی میشن. جالبه بدونید که سیبل همسر براک لزنر و صاحب دو فرزند هستن. جف جرت و همراه جنیفر فلاورز وارد میشن تو. جنیفر قهرمان کارمند اینترکانتیننتال راک رو معرفی میکنه و راک با اعضای نیشن آف دامانیشن وارد میشن تو. تماشاچیان فریاد میزنن راکی ساکس. راک سر کارمند با کن شمراک مسابقه داره. مسابقه هیجانی استارت میخوره و همون اوایل کن شمراک موفق میشه راک رو از رینگ پرت کنه بیرون و راک هم میخواد ول کنه بره، اما شمراک اجازه نمیده و کنترل کامل در اختیار شمراک قرار میگیره و شمراک تصمیم میگیره صندلی وارد رینگ کنه که داور مانع شمراک میشه، اما شمراک داور رو پرت میکنه گوشه رینگ و صندلی میفته تو دسته راک و راک از موقعیت استفاده میکنه و با صندلی یکی محکم میکوبونه تو کله شمراک و کاور، اما کن شمراک تسلیم نیست. شمراک خیلی قوی به راک سوپلکس میزنه و انکل لاک اجرا میکنه و راک با دهن خونی تسلیم میشه و زنگ مسابقه به نشانه برد کن شمراک به صدا در میاد و اعضای نیشن آف دامانیشن وارد رینگ میشن که شمراک به همشون سوپلکس میزنه. حتی مارک هنری برمیگرده به اجرای سابمیشن روی راک که فاروق لیدر گروه نیشن آف دامانشن میاد، اما کمکی نمی کنه و راک با دهن پر از خون رو رها میکنه و میره. داوران و عوامل میان شمراک رو از راک جدا میکنن که شمراک به داوران و عوامل هم سوپلکس میزنه. راک رو با برانکارت میان میبرن و آنونسر اعلام میکنه که داور نظرش رو عوض کرده و همچنان راک قهرمان اینترکانتیننتال و نتیجه مسابقه با دیسکوالیفیکیشن به اتمام رسیده. این حرف زده میشه، شمراک از کوره در میره و میاد روی استیج و خشک خشک ترتیب راک رو میده. اولین مسابقه دامستر مچ تاریخ WWF سر کارمندان تک تیم شکل میگیره. میک فولی و چینسا چارلی در مقابل قهرمانان نیو ایج اوتلاز. توی این مسابقه هیچ قانونی وجود نداره و برای برنده شدن باید حریفان بیفتن توی سطل آشغالی و در سطل آشغالی بسته بشه. توی این مسابقه خشن هر دو تیم با سینی همون نمودن، چندین بار به شکل‌های مختلف هم توی سطل آشغالی پرتاب کردند و در آخر درگیریشون به بک استیج کشیده میشه که میک فولی جفتشون رو میندازه روی لیفتراک و چینسا چارلی با لیفتراک نیو ایج اوتلاز رو میندازه توی سطل آشغال بک استیج و میک فولی در سطل رو میبنده و تموم. قهرمانان جدید کارمندان تک تیم چینسا چارلی و میک فولی، یا بهتره بگم کاکتوس جک، معرفی میشن و نمبر وان کانتندرهای کارمندان تک تیم هم که ابتدای پیپر ویو مشخص شدند.
زمان فرا میرسه. برادر در مقابل برادر، برای اولین بار اندرتیکر در مقابل کین. ابتدا کین به همراه پال بر وارد میشه و پیت روز لجند بیسبال آنونسر ویژه مسابقه بود. کین بهش تومبستون زد و پیت روز رو با کاردک اومدن جمع کردن و بردن. بعد پرینس آف دارکنس اندرتیکر با ورودی ویژه و زیبا حدوداً 5 دقیقه پا به رینگ میذاره و زنگ مسابقه به صدا در میاد و این دو مسابقه سنگین با روندی کند به نمایش گذاشتن که تو اوج جذابیت مسابقه ضعیف بود. کنترل رینگ تو مدت زمان 17 دقیقه مسابقه بیشتر در اختیار کین بود و خیلی از ضرباتی که این دو به هم وارد میکردن واضح به هم نمیخوردن، مخصوصا زمانی که کین با پلکان فلزی مثلا با اندرتیکر ضربه‌ای وارد کرد. کین تونست یه چوکسلم، یه تومبستون با اندرتیکر بزن و اندرتیکر یه چوکسلم، 3 تومبستون و یه لگ دراپ به کین زد، پلاس پرش ناموفق روی کین که باعث شد خود اندرتیکر به میز گزارشگران اسپانیایی زبان پیوند بخورو. توی 3 تومبستون کین کیک اوت کرد، اما داور میشه گفت زود شمرد و اندرتیکر برنده مسابقه معرفی شد. در کل مسابقه اصلا چنگی به دل نزد. بعد مسابقه پال بر صندلی وارد رینگ میکنه و با اندرتیکر حمله میکنه و بعد چند ضربه پا میره احوال کین رو بپرسه که اندرتیکر مثلا یه مش به پال بر میزنه که خود اندرتیکر مثل ژله کف رینگ پهن میشه. کین سرپا میشه و با صندلی ضربه با اندرتیکر میزنه و تومبستون خودش رو روی صندلی به تیکر فرو میکنه و میره. بعد هم اندرتیکر سرپا میشه و میره. مین ایونت آغاز میشه. شان مایکلز قهرمان کارمند WWF در مقابل استون کولد استیو آستین با حضور افتخاری مایک تایسون. ابتدا مایک تایسون وارد میشه، بعد استون کولد استیو آستین کله شق و در آخر قهرمان شان مایکلز به همراه تریپل ایچ و چاینا با موزیک زنده دو کشتیگیر در رینگ حاضر میشند و همون ابتدا شان اومد شیرین بازی در بیاره که استون کولد با دو انگشت فاک ازش استقبال کرد و شلوار شان رو نیمه کاره در آورد و از باسن زیبایی شان مایکلز رونمایی کرد که تریپل ایچ این وسط به استون کولد حمله میکنه، اما مچ با دیسکوالیفیکیشن تموم نمیشه و داور مسابقه تریپل ایچ و چاینا رو از حضور داشتن در کنار رینگ محروم میکنه. درگیری به روی استیج کشیده میشه و قابل توجه نوع مسابقه معمولیه. روند مچ جذاب و تماشایی، هر دو عالی کار کردند و شان از ناحیه کمر و آستین از ناحیه زانو دچار مصدومیت شدند و تو همین زد و خوردا آستین موفق میشه با کوبوندن شان به گوشه رینگ که داور پشت شان قرار داشت صفایی به صورت مایک کیودا داور مسابقه با باسن شان مایکلز بده، مسابقه رو بدون داور کنه. شان موفق میشه البو دراپ خودش رو از روی تاپ روپ بزنه و آماده سویچین میوز زیک میشه، اما آستین به استانر حرکت رو بدل میکنه، اما نه، شان هم استانر رو به سویچین میوزیک بدل میکنه، اما بازم نه، استون کولد استیو آستین استانر میزنه و مایک تایسون خیلی سریع وارد رینگ میشه و میشمره قهرمان جدید کارمند ورلد رسلینگ فدریشن استون کولد استیو آستین معرفی میشه. بعد مسابقه آستین تیشرت خودش رو به مایک تایسون میده که شان به خودش میاد از خیانت تایسون بو برده. با تایسون درگیر میشه که مشت اول رو میزنه، اما با مشت اول تایسون کف رینگ پهن میشه. تایسون طرف استیو آستین در میاد و به همه فاک میده و با آستین از سالن خارج میشه. دوران استون کولد آغاز شد و به این شکل رسلمینیای 14 به اتمام میرسه. امیدوارم روز خوبی رو شروع کرده باشید. اگه از بررسی شوهای قدیمی لذت میبرید حتما توی کامنت ها به هم بگید، ویدیو رو لایک کنید، لطفا کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید و میتونید از طریق سایت remit.ir
/thegame Triple 6 دونیت کنید و در آخر تا ویدیوی بعدی مراقب هر آنچه که دارید باشید.